سلام دوستان، به چنل من خوش اومدید. امیدوارم هر جلسه هستین حالتون خوب باشه. تو ویدیویی که امروز با هم قرار ببینیم، آپدیت ویتوری ریالیتی رو بهتون آموزش میدم. کانفیگش رو خیلیاتون شاید تا الان انجام دادین، خیلیاتون هم به مشکل خوردین. یه سری نکته داره که تو این ویدیو بهتون میگم. خیلی از دوستان دیدم که میرن هنوز از کانفیگای پولی استفاده میکنن، یا هر دو هفته یه بار میرن یه کانفیگی رو 300 400 تومن میخرن، بعد دوباره اکسپایر میشه، مجبورن دوباره هزینه کنن، یا کانفیگ ناامن میزنن و اطلاعاتشون سرقت میشه. تراکنش های مالی که شما میزنید تو بستر حالا این ویتوره شاید یوزر پستون رو بتونن اصلا مانیتور کنن. خیلی خطرناکه بچه ها، مخصوصا کسایی که کریپتو کار میکنن. سعی کنید حتما سرور شخصی خودتون رو داشته باشید و خودتون ویتوره رو کانفیگ کنید. نرید و از جای این رو نخرید، یا از حالا چه میدونم این اشتراک های رایگان استفاده نکنید که اصلا امن نیستن، ممکن کل اطلاعاتتون سرقت بشه. خب بریم سراغ کانفیگ کردن ویتوری ریالیتی. بچه ها کانفیگش خیلی راحته. من توی فایل تکست کل حالا کامندهایی که شما نیاز هست بزنید رو قرار دادم و این رو حالا هم توی زیر ویدیو یه لینک براش میذارم، هم تو چنل تلگرام براتون آپلود میکنم که بتونید استفاده کنید. برای وصل شدن به سرورتون بچه ها نیاز به نرم‌افزار پوتی دارید. پوتی رو خیلی راحت میتونید به صورت فری توی حالا مرورگرتون بزنید. اینجا دانلود پوتی و براتون کل لینک میاره، از هر کدوم از این سایت ها میتونید برید و پوتی رو دانلود کنید. به صورت فری هست این نرم افزار، قبلا هم قاعدتا کار کردید باشه اگه ویدیوی من دیده باشین. خب پوتی رو که باز کردید، آی پی سرور مجازیتون رو اینجا میزنید و جلوش هم پورت هست، این پورت SSH هست. میتونید پورت رو بعدا تغییر بدید. حالا ممکن از جایی که شما میگیرید پورت 22 بهتون ندم، دیفالتش 22 هست. ممکنه حالا شما از اون هاستینگی که رفتید سرور خریدید یه پورت دیگه بهش اختصاص داده باشه برای SSH، پس حتما این رو چک کنید از جایی که خریدین پورت وصل شدن به ریموت حالا اون سرورتون 22 باشه تو حالت SSH. خب میایم اینجا اوپن رو میزنیم که به سرورمون وصل شیم. خب اینجا برای ما صفحه لاگین رو میاره، من اینجا یوزر پسم رو میزنم که به سرور وصل شم. خب بچه ها ما الان وارد SSH سرورمون شدیم. اجازه بدید من یکم این رو بزرگترش کنم که شما بهتر ببینید. فونتش رو هم یکم تغییر بدم. خب بیم توی قسمت اپیرنس چینج رو میزنیم، اینو من براتون بولد میکنم، اینم میزنم رو 16 که این یه مقدار بزرگتر بشه. اوکی، خب بریم سراغ نصب کردن پنل ویتوری. بچه ها این اسکریپتی که من براتون گذاشتم همون پنل کافکا هست، خیلیاتون شاید تا الان استفاده کرده باشین ازش. پنل داره، یو آی داره، اینجوری نیست که فقط شما اسکریپت بخواید بزنید براتون کد چیز کنه، جنریت کنه، اینجوری نیستش. بهتون یو آی میده و پنل گرافیکی داره. خیلی حالا پنل دوست دارن، خیلی راحت میتونن از این اسکریپت استفاده کنن. مدیریت یوزر داره و خیلی کارهای دیگه که میتونین ازش استفاده کنن. بچه اوبونتوی که من دارم استفاده میکنم، یه سیستم عاملی که ما روی سرور مجازیمون گرفتیم، لینوکس اوبونتو ورژن 22 هستش. اگر شما ورژن های پایین تر رو نصب کردید قبلش بیاید و سرورتون رو با این کامندی که اینجا اول گذاشتم یک بار آپدیت کنید، یعنی این رو کپی میکنید اینجا پیست میکنید و اینتر میزنید، سرورتون آپدیت میشه. ولی الان من چون از ورژن 22 استفاده میکنم دیگه نیازی به آپدیت کردنش ندارم. میام و از اسکریپت دوم استفاده میکنم که اینجا هست، این رو کپی میکنید و یا راست کلیک اینجا پیست میشه یا اینتر میزنید. خب میریم سراغ نصب کردن پنل کافکا. اینجا ازتون سوال میپرسی که میخواید این قسمت ها رو اسکیپ کنید یا نه. خب من اینجا یه دونه یس میزنم. ازتون یوزر نیم میخواد، این یوزر نیم پنلتون هست که میخواید بهش وارد بشید. حالا من اینجا مثلا ادمین میزنم. پسورد از من میخواد، من مثلا 3-1 3-2 میزنم. و پورت پنلتون، بچه پورت پنل معمولا 5-4-3-2-1 بود اگه اشتباه نکنم، این رو حتما تغییر بدید چون جلوی فیلتر شدنش رو میگیره. حالا مثلا من میذارم 90-90 که فرق کنه با اون 5-4-3-2-1 و اینجا هم اینتر میزنیم. صبر میکنم تا پنلمون نصب شه. خب خیلی سریع هم این نصبش انجام میشه، دیگه کاری با این پنل فعلا نداریم. یه سری از دوستان اگر میخوان که سرعت بهتری داشته باشن کافیه بیان اینجا XUI رو تایپ کنن، اینتر رو بزنن و BBR رو هم روی سرورتون فعال کنید. گزینه 15 نوشته Enable BBR، اینجا یه اینتر میزنید، دوباره یه دونه اینتر میزنید و تمام. دوباره برمیگردید به منو که اینجا BBR هم الان روی سیستمتون فعال شده.
پس بچه از طریق XUI شما میتونید پنلتون رو دوباره باز کنید اگر میخواید نصبش کنین، آپدیتش کنین یا نمیدونم BBR رو مثلا تغییر بدین. همه این کارا رو میتونید اینجا انجام بدین و دیگه نیاز نیستش که دوباره اون بش اسکریپت رو اجرا کنید که حالا تو این نوت پد بهتون نشون دادم. ما فعلا با این پنل کاری نداریم، کل کانفیگ سرورمون تمام شده. اینجا BBR رو هم که بهتون گفتم چطوری میتونید فعال کنید، میتونید از BBR های حالا کاستوم هم استفاده کنیم، اون دیگه بستگی به خودتون داره. ممکنه یه اسکریپت BBR داشته باشید که از حالا این حالت دیفالت XUI بهتر باشه، میتونید اون رو برید نصب کنید، این دیگه بستگی به خودتون داره. یه سری آپشن دیگه هم اینجا داره که خودتون میتونید اینها رو هر موقع نیاز داشتید ازش استفاده کنید. مثلا XUI رو مثلا پاک کنید، اینجا دوباره نصب کنید. اون اینستال داره، اینستال داره، آپدیت داره، حتی میتونید آپدیت کنید به آخرین نسخه. اگر حالا نسخه جدید اومد دیگه نیاز نیست برید بش اسکریپت رو دوباره اجرا کنید. XUI میزنید، گزینه دو آپدیت رو میزنید، براتون مجدد آپدیت میشه. خب دیگه ما کاری با سرور نداریم، اینو اینجا مینیمایز میکنیم، بریم چه مرورگرمون. میایم اینجا و آی پی سرورمون رو قرار میدیم با اون پورتی که براش انتخاب کردیم. خب بچه من IP سرورم رو اینجا می نویسم و پورت 9090 رو انتخاب کرده بودیم. این رو می زنیم اینجا و منتظر می‌مونیم که صفحه ورود به پنلمون باز شه. تو این قسمت خب ادمین انتخاب کردیم برای یوزرنیم و پسورد هم گذاشتیم 3 تا 1 3 تا 2. اینجا یه اینتر می زنم، وارد پنلم میشم. خب بعد اینکه وارد پنل شدیم، کاری که شما باید بکنید بچه، نکته اول، ریالیتی با ورژن 1.8.1 خیلی بهتر کار میکنه تا 1.8.3. من روی 1.8.3 خیلی جا به باگ میخورم، خیلی جا کانفیگ که میکنم تایمات بهم میده، پس حتما این رو روی 1.8.1 بذارید. این اولین نکته راجع به حالا کانفیگ که انجام میدین، این قسمت رو میذارید روی 1.8.1، ساب میکنه تا حالت رانینگ بشه براتون. بعد اینکه این کار کردیم، میریم سراغ اینکه بیایم کانفیگمون رو اینجا ایجاد کنیم. میریم تو قسمت این باند، روی ادین باند میزنید اینجا و خب اینجا براش اسم انتخاب میکنیم. من میذارم مثلا همون، حالا یه اسم میذاریم مثلا فری گیت به عنوان مثال. پروتکلمون رو همون ویلس باید باشه. پورتمون رو باید بذاریم روی 443. دقت کنید بچه، پورت 443 سرورتون درگیر میشه، دیگه نمیتونید روی پورت 443 چیزی ران کنید، یعنی سرویسی نمیتونید روی 443 بیارید بالا، یا اگر از قبل روی 443 سرویسی دارید باید استاپش کنید که بتونید اینجا ازش استفاده کنید. خب این رو هم میزنیم، این پایین میام یه دونه یوزر اضافه میکنیم. تو قسمت ایمیل کل این رو من پاک میکنم، مینویسم اینجا ریالیتی. این کاری که کردید، میاد توی قسمت پایین تیک ریالیتی رو اینجا میزنید و این قسمت رو حالا دیستینیشن و سرور نیم داره که میتونید اینها رو تغییر بدید. نکته بعدی بچه، وقتی که این تیک ریالیتی رو اینجا زدید، میاد تو قسمت فلو و اینجا رو هم میذارید روی XTLS RPX Vision. این رو انتخاب میکنیم و حالا میریم سراغ دو تا نکته مهم. دستینیشن و سرور نیم شما خیلی مهمه بچه ها. خیلی الان دارن از همین اسپید تست به صورت دیفالت استفاده میکنن، جواب میگیرن. ما میذاریم حالا رو همین اسپید تست باشه. اگر روی speedtest.net شما جواب نگرفتید، پینگ بالا بهتون داد، میتونید بیاید این رو تغییر بدید، مثلا بذارید روی حالا یه چیز دیگه. من این رو دیفالت فعلا میذارم روی اسپید تست باشه. توی سرور نیم هم بچه اگه دقت کنید، همون دستینیشن رو تکرار کرده بدون پورت 443. پس اگر شما میخواید این رو تغییر بدید، باید این دوتا قسمت رو عوض کنید. یعنی مثلا من بیام speedtest.net رو مثلا میذارم coinmarketcap.com و اینجا رو هم میذارم coinmarketcap.com. میتونم یه ویرگول هم اینجا بذارم، یه بار این رو به صورت معمولی بنویسم بدون www. خب این رو هم کپی میکنم، اینجا پیستش میکنم. پس دقت کنید تو دستینیشن حتما باید پورتتون ته آدرس URLتون باشه که همون 443 هست. پایین هم باید فقط اسم اون دامین باشه، دیگه 443 رو نیاز نداره. میتونید تو این دوتا حالت حالا سرور نیمتون رو این پایین اضافه کنید. خب بچه ها اسپید تست رو هم میتونید چک کنید، این دیگه بستگی به خودتون داره. حالا من اسپید تست نت رو هم اگر بخوام بهتون نشون بدم، شما SNI که اینجا استفاده میکنید، نکته ای که داره، حالا من دارم از بریو استفاده میکنم،
بچه اگر خواستید از هر اسنای دیگه استفاده کنید به جای این چیزایی که من حالا اینجا گذاشتم یا اسپید تست یا حالا کوین مارکت کپ، هر سایتی که رفتید معمولا سایت های خارجی F12 رو که بزنید تو تب سکیوریتی اینجا به شما یه توضیحاتی رو میده. برای ریالیتی شما چیزایی که میتونید استفاده کنید برای SNI یا حالا اون سروری که میخواید ازش TLS رو بگیریم این هستش که حتما TLS 1.3 داشته باشه و این باید روی X255.19 باشه و این هم باید روی AES128GCM باشه. یعنی اگر این سه تا حالت رو داشت شما خیلی کانفیگ خوب و بهینه‌ای میتونید بگیرید ازش و با ریالیتی خیلی مچ هستش، پس حتما باید این سه تا گزینه رو داشته باشه. حالا هر سایت دیگه‌ای هم استفاده می‌کنید، مثلا من کوین مارکت کپ رو اونجا زدم، بریم با هم این سایت رو هم ببینیم. اگه من اینجا الان F12 رو بزنم دقیقاً همون مشخصاتی رو به من میده که اسپید تست داره بهم میده، یعنی جفتش این مشخصات رو داره. ولی خب حالا شاید یه سایت دیگه مثلا بریم مشخصات رو نداشته باشه، مثلا این باشه 256 GCM، این سه تا اگه باشه معمولا شما بهترین کانفیگ رو میتونید برای ریالیتی ازشون بگیرید. پس سایتی رو که انتخاب میکنید باید این در واقع سه تا ویژگی رو داشته باشه. خب ما دیگه اینجا کاری نداریم، همه تغییراتی که بهتون گفتم رو دادیم، میایم رو گزینه اد میزنیم، کانفیگمون ایجاد میشه، روی اپریشن کلیک میکنید، اینجا بهتون یه QR کد میده یا میتونید کدش رو به صورت دستی اینجا کپی کنید. حالا من این رو کپی میزنم. بچه ها روی چه حالا کلاینتی میتونید این رو استفاده کنید؟ روی گوشیتون میتونید از نکو باکس استفاده کنید. اگه گوشیتون اندروید هستش کافیه برید توی github.com و حالا نکو باکس آخرین ورژنش رو دانلود کنید. این بالا اگر بزنید نکو باکس براتون میاره. این با ریالیتی خیلی خوب کار میکنه، این نکو باکس فور اندروید هستش که اینجا میتونید به تو قسمت ریلیز آخرین نسخه نکو باکس رو برای گوشیتون اینجا فایلش رو دانلود کنید و کانفیگتون رو اد کنید داخل گوشی. برای آیفون نمیدونم بچه‌ها الان چه حالا اپی خوب کار میکنه. دوستانی که آیفون دارن ریالیتی استفاده میکنن خواهش میکنم کامنت بذارن که بقیه هم استفاده کنن. نمیدونم شادو راکت کار میکنه الان تو آپدیت جدیدش با ریالیتی اوکی یا نه، ولی قبلا حالا برای کانفیگای قبلی ویتورای ما از شادو راکت استفاده میکردیم، یه سری اپ دیگه، حالا شاید جدیدن اپای بهتری هم اضافه شده باشه، اون رو دیگه خودتون کامنت کنید یا بنویسید پایین که بچه‌ها بتونن استفاده کنن اونایی که آیفون دارن. برای نسخه حالا کلاینت ویندوزش هم میتونید از ویتورای ان استفاده کنید. بچه‌ها حالا من برگردم دوباره تو همون صفحه سرچ گیتابمون، میتونید از ویتوری ان استفاده کنید. خب بچه من الان ویتوری رو براتون باز میکنم. ورژنی که من دارم استفاده میکنم 6.23 هست الان و شما هم میتونید این ورژن رو دانلود کنید بچه ها، و دقت کنید حتما از 6.23 استفاده کنید. رو ورژن های جدیدترش درست کار نمیکنه، فکر کنم باگ داره هنوز. تو قسمت ریلیز که بیاید اینجا بگردید دنبال 6.23 که حالا اون آخری هست. ببین بچه‌ها اینا حالت پری ریلیز داره و ممکنه باگ داشته باشه، میاید پایین تر اینجا 6.23 هستش، لینکش هم اینجا لینک دانلودش هست، باید اینجا دانلود کنید فایل رو و ورژن ویت کورش رو بگیرید که 90 مگه. وقتی دانلودش کردید نکته‌ای که داره باید بیاید تو قسمت سیتینگ، تو قسمت حالا آپشن سیتینگ وارد بشید، تو ویتوری سیتینگ بیاید اینجا تیک TLS ورژن 1.3 رو حتما بزنید و چک فور پری ریلیز آپدیت این تیک رو هم بزنید. این دوتا گزینه حتما باید تیک خورده باشه. خب این رو که اوکی کردین میاید تو قسمت چک فور آپدیت، ویتوری ان رو دیگه آپدیت نمی کنید، میذارید رو همین 6.23 باشه. بچه اگه ویتوری ان رو آپدیت کنید این میره رو ورژن های حالا جدیدتر که آزمایشی هست یا بتا هست اونا رو دانلود میکنه و ممکن اصلا کانفیگتون دیگه کار نکنه رو ورژن های جدید سر. قسمت X-Ray Core رو حتما دانلود میکنید، اگر ورژن جدید اومده باشه خودش براتون میگیره، اگر هم نیومده باشه که هیچی. قسمت سینگ باکس کور رو هم میتونید آپدیت کنید اگر دوست داشتید. پس این دوتا قسمت رو حتما میگیرید، ویتوره ان رو ولی آپدیت نمیکنید. یا گزینه دیگه ای که به نظرم بهتر از ویتوره ان هست الان گزینه نکوری هستش که الان آپدیت جدیدش هم هسته ایکس ری بهش اضافه شده، هم ریالیتی رو ساپورت میکنه که قبلا اینجوری نبود. نکوری ما
ریلیتی رو ساپورت نمی کرد، ولی الان نکوره ریلیتی رو خیلی خوب داره ساپورت میکنه و نیاز به هیچ تغییرات خاصی تو اپش هم نداره. میتونید بیاید اینجا آخرین نسخه نکوره رو هم برای ویندوزتون دانلود کنید. پیشنهاد من به شما استفاده از نکوره هست، چون خیلی استیبل تر و بهتر و راحت تر داره کار میکنه نسبت به ویتوری ان. هر کدوم رو دوست داشتید میتونید دانلود کنید دیگه، من لینک جفتش رو براتون حالا زیر ویدیو میذارم، هر کدوم رو خواستید میتونید دانلود کنید. خب بریم سراغ این که کانفیگمون رو چک کنیم ببینیم کار میکنه یا نه. من این رو از اینجا کپی میکنم، خب ویتوری هم میارم بالا، اینجا این رو پیستش میکنم یا ایمپورتش میکنم و ست از اکتیف سرور رو میزنیم، میایم پایین تر اینجا، حالا اینیبل تون رو من میزنم ببینم کل سیستم بیفته روی وی پی ان کار میکنه یا نه. خب اوکی، حالا تلگرام هم باز میکنم ببینم وصل میشه یا نه. تلگرام هم که الان اینجا وصل، مشکلی نداره. بریم حالا با هم یه بار یوتیوب رو هم باز کنیم ببینیم باز میشه یا نه. خب یوتیوب هم که داره برام باز میکنه، حالا چون اولین بار هست شاید اولش یکم لودش طول بکشه ولی بعد اوکی میشه، سرعتش خوبه بچه. حالا من اسپید نت هم یکم محدود شده چون حجم دانلودم زیاد بوده، ولی همه چی رو خیلی خوب باز میکنه. حالا بریم این پست آقای احسان منصوری رو هم با هم باز کنیم ببینیم مشکلی داره یا نه. اوکی داره باز میکنه، هیچ مشکلی نداره. پس این شد کانفیگ کردن ریالیتی بچه ها. بهتون هم گفتم نکات مهمش چیه، هستش باید حتما روی 1.8.1 باشه. اسنایی که استفاده میکنین میتونین اسنایی رو تغییر بدید، ممکنه مثلا روی یک دامنه شما اسپید و پینگ بهتری بگیرید، روی دامنه مثلا اسپید و پینگ پایین تری بگیرید. تغییر دادنش هم بهتون گفتم اون قسمت دیستینیشن و سرور نیم رو باید تغییر بدید و چیز خاص دیگه ای نداره. یه نکته دیگه ای هم که هستش بچه ها، خیلی از من میپرسین میگین که اوکی من الان رفتم سرور گرفتم ولی مثلا روی اپراتور همراه اول جواب نمیده، روی ایرانسل جواب نمیده. بچه این بر میگرده به سروری که شما میگیرید. سروری که تهیه میکنید حتما باید آیپی تمیزی داشته باشه. آیپی تمیز یعنی چی؟ یعنی آیپی که سرور مجازی شما داره اون آیپی هیچ محدودیتی روش اعمال نشده باشه. خیلی ها رفتن از مثلا چه میدونم دیتا سنتر حالا اوه هسنر رفتن آی پی گرفتن ولی آی پیشون محدود شده یا فیلتر شده یا حالا اون رنج آی پی رو کلا محدود کرد مثلا روی اپراتور، کانفیگ میکنن کانفیگشون اصلا وصل نمیشه. پس دقت کنید آی پی که شما حالا میگیرید از سرور مجازی خیلی مهمه. پس سرور مجازی که میگیرید سعی کنید از دیتا سنتری بگیرید که خیلی ها سمتش نرفته باشن یا از کشورهایی بگیرید که مثلا خیلی یوزر سمتش نرفته باشه، مثلا چون دانمارک بگیرید، نمیدونم سوئد بگیرید، سوئیس بگیرید، جایی بگیرید که یوزر زیادی سمتش نرفته باشه. مثلا خیلی الان رفتن سراغ آلمان یا فنلاند، ممکنه اون آی پی که میگیرید حالا توی یه اپراتوری محدود شده باشه و اگه کانفیگتون وصل نشد نگید همون اول کانفیگم خرابه، برید روی چند تا مثلا اپراتور دیگه چک کنید، مثلا با اینترنت وای فای چک کنید، با ایرانسل چک کنید، با رایتل چک کنید، ببینید رو کدومشون وصل میشه. اگر روی یکیش هم وصل بشه یعنی کانفیگتون درست بوده و مشکل در واقع آی پی سرور مجازی شما هستش که حالا محدود شده داخل کشورم. خب این از این. پس بچه‌ها دقت کنید تا جایی که میتونید خودتون این کانفیگ ها رو بسازید، به کسی اطمینان نکنید، کانفیگ رایگان اصلا نزنید. بچه ها خیلی ها دارن هک میشن، کیف پول متامسک که خیلی توی کریپتو دارن کار میکنن به راحتی با همین قضیه فیلتر شکن ها هک میشه، خیلی ها تراکنش های مالی که میکنن حساباشون یهو خالی میشه. چرا؟ چون طرف میتونه کل سایتایی که شما میرید رو ببینه، کل حالا یوزر پسایی که میزنید خیلی راحت میتونه در بیاره و ازشون سوء استفاده بکنه. پس کانفیگ های ناامن رو نزنید و من نمیدونم چرا توی یه سری از این سایت‌ها با درگاه ریالی حتی دارن کانفیگ میفروشن و هیچکی جلوشون رو نمیگیره. اینا بچه‌ها هیچ بستر امنی پشتش نیست و شما دارید ریسک میکنید. پس به خاطر خودتون هم که شده برای استفاده شخصی خودتون، خب ما خیلی از کارامون نیاز داریم مثلا این فیلتر شکن رو داشته باشیم. مثلا شما کریپتو کار میکنید نباید هویت ایرانیتون معلوم باشه، از طرفی نمیتونید سرور مجازی بگیرید ریموت بزنید بهش. چرا؟ چون امنیتتون اصلا زیر سوال میره، شما نمیتونید بری کیف شخصی خودتو روی سروری مثلا توی امارات بیاری بالا، خب این خطرناکه، اصلا قضیه امنیتو داری زیر سوال میبری. این کارا رو نکنید، سعی کنید از همین روشی که بهتون گفتم خودتون برای خودتون یه دونه کانفیگ شخصی درست کنید و استفاده کنید حداقل امکان تا جایی که میتونید
کانفیگ پولی از کسی نخرید یا کانفیگ رایگان استفاده نکنید، مخصوصا وقتی میخواید تراکنش مالی بزنید. امیدوارم ویدیو رو دوست داشته باشین، هر مشکلی هم داشتید توی حالا کامنت ها برام بنویسید تا جایی که بتونم بهتون کمک میکنم. یه چند وقتم هست ویدیو اینجوری نمیذارم چون کلن یوتیوب حساسه کلن روی این بخش و فکر میکنم من دارم آموزش بدافزار میدم، ممکنه پیجم به مشکل بخوره. امیدوارم این مشکل من رو هم درک کنید و بفهمید که چرا براتون ویدیو راجع به این قضیه کمتر گذاشتم. تا ویدیو بعدی، پیس آوت.